أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واغفر اللهم لي ولنا ولجميع المؤمنين اللهم ارحمنا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم. معذر حضرات علماء کرام دانشمندان محترم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. خوشحالم کہ امروز فرصت میسر شد کہ در این مکان مقدس دور ہم جمع شیم شور و مشورہ می نماییم. حضرات علماء کرام فرمان الهی که من خواندم شما در برابر آن معلومات کافی داریم. برای تذکر من باب تذکر و تناسب شرایط امروزی خوب است که پیرامون این فرمان الهی، این رهنمود الهی، این دستور الهی بحث کنیم و به ملت مسلمان این امانت را برسانیم. الله جل جلاله به پیغمبر خود امر میکنه که و شاور هم فی الامر، پیشتر خستگی ها و
خاری ها و ذلت هایی که نصیب صحابه شده بود، الله جل جلاله پیغمبر خود امر کرد که برای دلجویی آنها با آنها مشوره کن. فیضا عزمت، وقتی که باز تصمیم گرفتی، در عواقب آن دیگه فتوکل علی الله، دیگه بر خدا توکل کن که باز خدا جل جلاله عواقب را بخیر بگردانه. و یقینم هست، چنانچه حدیث ابو داود است که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که هر امری که در او مشوره بشه پشیمانی نداره. این دستور اسلام است، این هدایت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که در هر امری که مشوره باشه او پشیمانی ندارد، و در هر امری که انسان مشوره کند خداوند رای ثواب برایش نشان میده. به هر امر نیک و خیر و امر مهمی که انسان مشوره کند الله جل جلاله راهنمایی میکنه. این دو حدیث است که بیهقی از جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنه. فرمان الله جل جلاله به حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اشرف مخلوقات و اکمل مخلوقات و همه چیز را میفهمید، او مشوره ضرورت نداشت پیغمبر خدا، هیچ چیز ضرورت نداشت، میشد که در هر مسئله به او وحی بیاید. اما یکی دلجویی صحابه و یکی اساس گذاشتن برای امت اسلامی است. قرض از مشوره، یکی دلجویی صحابه و یکی اساس گذاشتن برای امت اسلامی است که امت اسلامی در امور مهمه مشوره داشته باشد. چنانچه از لفظ امر پیداست، همی که می وشاور هم فی الامری، امر معنی زیاد دارد. امر به معنای چی؟ به معنای یک کار مهم. در کارهای مهم شما مشوره کنیم. هر کاری که مشوره نمیخوای که مثلا نماز میخونی تو مشوره کنی که نماز بخونم یا نخونم، زکات بدم یا ندم، حج برم یا نرم. چیزایی که به مشوره ضرورت دارد و مهم هست، بالخصوص منصبهای دولتی. ابن کثیر در تفسیر خود در پرتوی همی آیه کریمه میفرماید که در امور دولتی شور و مشوره واجب است. که مثلا در انتخابات هم از اینجا سرچشمه میگیره. و عمی ابن کثیر در تفسیر و تفصیل این آیه کریمه میگوید که چنانچه مولانا مشرفی هم در تفسیر این آیه کریمه توضیح میده که قبل از اسلام حکمت ها و نظام ها ارثی بوده، چنانچه دو قدرت ابر قدرت جهان قیصر و کسرا اینا حکمت ها اینا ارثی بوده، این دو قدرت امپراتوری جهان. اسلام بود که کم کم در جامعه نظام ها به شور و مشوره به انتخابات، حالا غربیا و شرقیا انتخابات از اسلام یاد گرفتن، اینا نمی فهمیدن. از اساس انتخابات در اسلام گذاشته. اینطور نیست که ما از اونها یاد گرفته باشیم.
اما فرق میکنه انتخابات شرق و غرب تا به انتخابات اسلامی. حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدیم که یا رسول الله، اگر مسئله پیش آمد که در او نص نبود، قول خدا نبود، فرمایش شما نبود، ما چی کار کنیم؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه اقلا و عابدین، اشخاص عاقل و عابد را بخوایم از اونا مشوره بگیریم در کار اقدام کنیم. و شما حضرات علما میفهمین که خلافت بعد از جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در سقیفه بنی ساعده به انتخابات شد، یعنی اهل حل و عقد بودن دیگه، هر کس نمیتونه که او انتخابی داشته باشد. این انتخابای شرق و غرب است که مردم را زیاد گستاخ کردن که از جاده شریعت و اسلام و تعالیم اسلامی در کنار میمانند. باید کسانی باشند که اهل حل و عقد باشند. خلافت از رسل نایبک صدیقم شروع اهل حل و عقد بود، به شما علمان بیتر معلوم. و امروز هم وضعیتی که ما در افغانستان داریم که دو چیز مهم پیش رو داریم، یکی صلح و یکی انتخابات، هر دویشان یکی از یکی دیگر مهمتر است. اگر میسر شود صلح اولاست، که در پرتو صلح یک انتخابات شرعی بشود، اهل حل و عقد خواسته شود. با کمال تأسف انتخاباتی که امروز در ممالک اسلامی می شود چندان وجهی محکم شرعی ندارد. خوازم طرزش هست، ولی طریق شرعی از او همیست که اشخاص عاقل، متفکر، دانشمند و حتی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور اگر مسئله فقهی بود، باید کسی که به مشوره میه فقهی هم باشه، غیر فقهی مشوره داده نمیتونه. خطیب بغدادی از جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی روایت میکنه که استرشد العاقل ولا تعصوه، طلبی استرشاد کنیم از عاقل و نافرمانی عاقل را نکنیم، فتندیم و پشیمان میشیم. این خطیب بغدادی در کتاب خود از جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سلسلتا روایت میکنه. و امروز در این روزایی که ما و شما در اینجا نشستیم، در افغانستان شورای لوی جرگه مشورتی دایر است. ای کاش کوشش میشد که گرچه اونا هم فرزندان همی خاک و وطن حق دارند، ما کسی نیست و نابود نمی کنیم، ولی جنبه شرعی زوی ای بود که در اینجا علمای جید کشور و شخصیتای علمی و دانشمندای متفکر اسلامی از هر گوشه و کنار افغانستان خواسته می شد در ایشورا خیلی بهتر می بود. بر تقدیر بازم آرزوی ما، توصیه ما به ایشورا ایست که اینها بتوانند به نفع افغانستان، برای صلح در افغانستان، به نفع عمومی کشور ما اینا تصامیم بگیرند.
که امانتی که به دوششان گذاشته شده و اینا متحمل شدن، مسائل اولیای کشور را مد نظر بگیرن، نه مسائل شخصی را. و مهمتر از این همه بیتر ای بود که این شورای کاش که 6 ماه قبل می شد، شخصیتای اهل شورا خواسته می شد. ای کاش که مهمتر از همه سیاسیون ما وحدت می کردن، اتحاد می کردن، که با کمال تأسف دیگه این می گذاریم به خود سیاسیون که هم مسلمانن هم مجاهدن اکثرتشان، هم ادعای متفکر و سیاست و انحار می کنن، اما نتونستن در افغانستان یک حکومت ناب اسلامی رو بیارن. من دیروز یک جایی صحبت داشتم که در 8 ثور بیترین چانسی به افغانستان چانس طلایی آمد. روسا به جس برفت، امریکا هم استنگراخ از افغانستان به پول گذاب خرید برفت، برد کار که هیچی بمون، کار همه مکمل به دست رهبران سیاسی ما که امروز دم از سیاست و جهاد و اینها میزنن، نتونستن با کمال تأسف. و شکم نیست که نه تنها قصور از اینا بود، بلکه دستهای خارجی هم کار میکرد. دشمنای افغانستان، دشمنای اسلام هم نگذاشتن که ثمره جهاد مردم افغانستان بچشن. جهاد بسیار جانانه مردم افغانستان خصوص مردم هرات کردن واقعا. خیلی جهاد که ما میتونیم که در هرات بگیم که هرات استاد جهاد بودن یا مقتدای جهاد بودن حارس نمیشیم. چرا؟ آنقدر که علما در جهاد هرات سهیم بودن در دیگه ولایت ها نبود. دیگه رهبران جهادین که اینجا داشتیم، ما مردمان متینی محکمی استوار بودن که یک واقعیتی است که جهاد را خوب پیش بردن، جنگ های داخلی و اینها را نگذاشتن دامن پیدا کنه که در دیگر ولایت های گفا زیاد بود، در هرات ما نبود. اما با کمال تأسف دیگه ارحام ما و شما میفهمیم که سیاست مدار این سیاسیون ما نبودن که هرچی ادعا کنن. افغان ها همیشه در سیاست بباختن، مرد شمشیر هستن، غیرت دارن، شهامت دارن، جنگی هستن. وقتی که مسائل سیاسی بیان دیگه با کمال تأسف که آخرین باخت سیاسی اینا همی بود که از 8 ثور این روز تاریخی هیچ استفاده کرده نتونستن. ثمره بیش از میلیون ها مسلمان که در راه جهاد شهید شدن، رنج دیدن، زحمت دیدن، یتیم ها مان، بیوزن ها مان، خسارات مالی و جانی در افغانستان آمد، در رأس همه جنایات که کلتور افغانستان را تغییر دادن. همین تجاوز روسا کلتور افغانستان، در افغانستان یک مسئله بود، خوردی بود، کلونی بود، عالم بود، پایینتر بود، یک احترام و یک انعنات پسندیده بود. شما خاطر دارین که از اون وقت رو به این طرف دیگه انعنات پسندیده افغان ها هم از بین رفت، هیچ نمون، منشأ از اونجا شروع شد که انعنات پسنده افغان ها هم از بین رفت. دیگه ما از اینجا جمع غفیر از علما خواهش ما ایست که در روزی که روز شور و مشوره است که نماینده های افغانستان که اونجا جمع شدن، اینا برای افغانستان فکر کنن، مسائل شخصی یک طرف بیاندازن، مسائل تنظیمی یک طرف بیاندازن، مسائل قومی را یک طرف بیاندازن، خاص باسته خدا و باسته افغانستان که جوی خون در آن روان است که جلی وزی گرفته شود، راهی درست و نیکر برای صلح پیدا کنن، صلحی که به نفع اسلام باشه. ما صلح اسلامی رو میخواییم که درو ارشادات اسلام حفظ بشه. صلحی که در او حقوق همه مسلمان ها
چی مرد و چی زن چی پیر و جوان حقوق همه افغان ها در او حفظ بشد. همه دو صلح او صلح پسندیده است، او پس صلح خواست ملت است و انشاءالله ارم به شما وعده میدون که اگر ما خدا اصلاح کنه همنایی که در داخل این صلح در افغانستان میه، برادران طالب ما هم برای صلح میگردن، اونا هم طرف دارن که صلح بیه و ما و شما هم خدا سیاسیون ما هم وحدت و اتحاد عنایت بفرمایه که اینا دست برادری رو به یک دیگر پیش کنن و وحدت و اتحاد در بین همه افغان ها، چی دولتن چی ملتن چی طالبن، در بین همه خداوند به لطف و کرم خود یک وحدت رو بیاره، اشقاق و نفاق و بدبختی ها را دور بگرداند، ما را احتیاج بیگانه ها نسازد که ما تکبر بیگانگاه کنیم که بیگانه ها بیان ما را اصلاح کنم، خود ما را خداوند بصارت بدهد، هوشیاری بدهد، آگاهی بدهد که بس است دیگر در افغانستان دیگر خونریزی، بیاین دست به دست هم بدیم که در افغانستان یک حکومت اسلامی در این برای این ملت مسلمان که حقوق همه اقشار ملت در او حفظ بشه، همه در حکومت جور کنیم. خداوند این معمول نصیب مردم افغانستان بگرداند و شما علمای کرام آرزوی ماست که بیشترتر وقت دعاست که شما اهل دعا این که در برابر دعا کنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام رسول الحمد لله رب العالمین برحمتک.